به بزرگترین گرد همایی ثروت آفرینان کشور خوش آمدید. برنامه‌ای که برای دیدن انتخاب نموده اید، نخستین محمل رسانه‌ای تجاری سازی ایده‌ها و اختراعات کشور و ثروت آفرینی از طریق تولید علم است. شما عزیزان بیننده می توانید پس از ارزیابی کارشناس داوران این برنامه با انتخاب یک یا چند ایده، چگونگی سرمایه گذاری و یا هر گونه مشارکت مادی و معنوی خود را در پیامک‌های ارسالی مشخص نمایید. امیدواریم ضمن ایجاد انگیزه حضور در اقتصاد دانش بنیان توسط جوانان بتوانیم به همراه ثروت آفرینان میزبان جشن تحقق حماسی اقتصادی در کشور باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من مسئول قروبی مختره کفیه کبدی. این مسئول شما الان دقیقا چه نیازی رو برآورده میکنه؟ یعنی من به عنوان مشتری بخوام اینو بخرم، باید چه نیازی حس کنم که بیام اینو بخرم؟ چی کار باید میکرد؟ 10 سال طول کشید آقای دکتر. 37 شما از من پول گرفت. این دستگاه عرض به خدمت شما ساخته شده حدود 6 ماه سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران روی این طرح کار کردن، نظارت کردن و رأی خودشون رو صادر کردن. بالاترین استاندارد من استاندارد بین‌المللی نمی‌دونم. من استاندارد کارگاهی رو می‌دونم. استاندارد بین‌المللی افغانستان هم می‌تونه بزنه. آیه نوده. بارش کسی شده. الان تولید کننده تو زندان مرد. مینا مهرنوش هستم، مدرس دانشگاه و داور برنامه ثروت آفرینی. من فکر میکنم برای هر کدوم از ما باید یک هدفی برای خودمون داشته باشیم که توی اون هدفی که برای خودمون قرار میدیم برایش یک مسیر رو توی ذهنمون داشته باشیم و اون مسیر رو سپری کنیم برای اینکه به هدفمون برسیم، به مقصدمون برسیم. جمله قشنگ بگم تو خوابتون بنویسیم: ریزش مداوم آب سنگ را میفرساید حتی اگر الماس باشد. به نام خدا، من مسعود قروبی هستم، مخترع کفیای طبی، هیدرولیکی کف پا. بعد به غیر از اونم دو سه تا دیگه اختراع هستن که حضورتون معرفی خواهم کرد. بسم الله
الله الرحمن الرحیم. من مسعود فروغی، مخترع کفیای طبی هیدرولیکی توی ایران هستم. خیلی خوشحال هستم از دیدار شما داورین محترم. بینندگان عزیز در خدمت هستم. عرضم به حضورتون کفیایی که من اختراع کردم بر دو دسته تقسیم میشن. کفیای طبی جنرال و کفیایی هستش که برای پاهای خاصه. شما هم توی که خودتون هم میدونید انسان دارای انسانای اولیه کمتر مریضی های ستون فقرات رو داشتن. چرا؟ چون بدون پاپوشش رو زمین مادر اول ما راه میرفتن و به همین علت انرژی که خداوند در داخل زمین گذاشته بود توسط پاهاشون به خودشون انتقال داده میشد. اما من الان میتونم بگم سالها هستی کف پام به زمین نخورده، یا داخل کفشه یا داخل جورابه یا منزل رو فرشه. حالا سوایی به فرض این که نوع جوراب ها، نوع فرش ها، مادام هست. حتی داخل حمام هم من با دمپایی دارم راه میرم، بس باز پام به زمین نمیخوره. یکی از قسمت ها این که سنگ پا رو گفتم بزنی، سوایی اونی که سلولای مرده رو کف پای شما برمیدن، این که اون سنگ باز بهتون انرژی میده. بعد من روی این پروژه از سال 71 تا حالا دارم کار میکنم. 75 موفق شدم که ثبت اختراج کنم، که فکر میکنم کار تمومه و من تولید میکنم. این اختراع اولمه. سال 1375 گرفتم که اول ابتدای کار بود. این پشتوانه علمی میخواست و متاسفانه من پزشک نیستم. من به عنوان یک صنعتگر ایرانی در خدمتتون هستم که مسیر طولانی طی کردم و تونستم بعد از 11 سال تاییدیه وزارت بهداشت، تجهیزات پزشکی، بعد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی و چندین نمایشگاه شرکت کردم. شیخ بهایی رتبه هم آوردم. حالا در خدمتتون هست. سوای این اختراع دو تا اختراع دیگه هم دارم که باز من روی این اختراع امروز بحث نمی‌کنم. بحث من سر این کفیای طبیه. ما هم توی شما اساتید میدونید آقا به سر 14 سالگی، دختر خانوما 15 سالگی قزروف های بدنشون تبدیل میشه به استخون و این استخون تا آخر اون با منه و مطمئنن میتونیم کاری بکنیم کف پا رو استاندارد کنیم. یعنی از مدارس بیاییم یه برنامه رو بگیریم که بتونیم معایب کف پای بچه هامون رو تشخیص بدیم. با نظر پزشک و دکتر ارتوپد میتونیم کفی‌ها رو تعبیه کنیم بدیم بهشون، بعد از مدتی پاشون استاندارد میشه تا آخر عمر. جنبه دومش هم که بیمارایی هستن که پاهای خاص هستن، آقا فلت هست، تاندروم داره یا پاشنه درد داره، اینا رو هم طبق نظریه پزشک من میتونم توی قالبم طراحی کنم، مواد سیالمو به نسبت به نظر پزشک کم و زیاد کنم. اینجا کم باشه، اینجا زیاد باشه، این نقطه پاشت. این محصول شما الان دقیقاً چه نیازی رو برآورده می‌کنه؟ یعنی من به عنوان مشتری بخوام اینو بخرم، بعد چه نیازی حس کنم که بیام اینو بخرم؟ افرادی که از پاهاشون بیش از حد استفاده می‌کنن، مثل پلیس‌ها، معلمین عزیز، خبرنگارا و هر کسی که بیشتر از آدم عادی از پاهاش استفاده می‌کنه، احتیاج به این کفی داره. که چه اتفاقی براش بیفته؟ که چه اتفاقی بیفته؟ من 15 مورد اینو توی سازمان علوم پزشکی تحقیقاتی اعلام کردم که 7 موردش رو قبول کردن. یک، گام اول داری خدمتتون راه میرید از پاشنه است. یعنی اول گام شما پاشنتون رو میذارید. تمام این شوکایی که از زمین وارد شما میشه، ستون فقراتتون، سه قوس شما رو میگیره، این کفی میتونه به عنوان یک کمک فنر یه ضربه گیر بگیره. چرا؟ چون یه زمانی میخواد تا این مایه سیال خالی بشه. یعنی شما وقتی پاشنه میذاری این مایه رو ضربو گرفته میره جای دیگه. حرکت دوم گام رو پنجه است. 60% از وزن رو شست پاتونه که شما وقتی راه میرید پاتون این دوباره مایه رو برمیگردونه. در کل حرکت رفت و برگشت خون رو تو قلبتون این کفی تسهیل میده. آقای قروقی چقدر سرمایه اولی مورد نیازت برای اینکه بتونی تولید انبوه بکنی چقدره؟ والا با ماشینات ایرانی و تجهیزاتی که خودمون بسازیم دور و بر 500 میلیون. 500 میلیون. خب این پول چجوری می‌خوای تامین کنی؟ یه نفر پیدا بشه این پول به شما بده، چجوری می‌خوای پول بیاد بهت قرض بده، وام بده،
یا میخوای یه نفر بیاد باهات شریک بشه، یا اصلا من... این طرح تو میتونیم مثلا قیمت بذاری براش بفروشی. من اول اینکه محصولمو میفروشم، یکی بیاد بگه آقا 100,000 تا از این میخوام، یه درصدشو به من بده، من راه افتادم. اگر مرکز سرمایه گذاری مثل بانک، صندوق توسعه تکنولوژی به من وام داد، دوره های خاتمی 20 تومن به من داد، من میخواستم این خونه رودخونه رد شم، اومدم وسط رودخونه گیر کردم، نه تا اون داشتم برگردم خانم، نه قدرت داشتم برم اون برا، من رو زمین آسمون گذاشت. شش ماه نگو پولت قسطه تو بده. برآوردتون کامل نبود 20 میلیون؟ نه 20 تومن داد. ما گفته بود 100 تومن. طرح توجیه دادم آقای دکتر. طرح توجیه دادم 20 تومن داد. بعد من چیکار باید میکردم؟ من خیلی تشکر میکنم از این زحمتی که کشیدین و این سالهای متمادی که پشت سر این تر پشت کار داشتین، صبر بودین. میتونید ببینید کالایی که شما تولید کردین یک کالایی هستش که بیشتر پیشگیری کننده است و یک کالایی که پیشگیری کننده است، چون ضرورت نیست و طبع ما انسان‌ها اینه که وقتی به این مشکلی برخورد می‌کنیم بیشتر دنبال راهکار هستیم. بنابراین نیاز داره به تبلیغات آگاهی دهنده. تبلیغات آگاهی دهنده خیلی هزینه بالایی داره. دومین نکته ای که یه ذره مشکل هست توی کسب و کاری که ما می‌خوایم ایجاد کنیم، بحث شبکه توزیعه، چون شما با مصرف کننده عمومی سر کار دارید و برای اینکه بتونید این کار بکنید باید یک شبکه توزیع قوی داشته باشید. با توجه به دانشی که بیشتر در سطح فنی شما دارین، حتما نیاز هستش که گروه‌های حرفه‌ای توی بحث تبلیغات با سرمایه‌گذاری بالا وارد بشن روی این موضوع و آگاهی بدن نسبت به اینکه این نیاز وجود داره در بازار و توی شبکه توزیع به شما کمک کنن. چیزی که به ذهن بنده میرسه در رابطه با طرح شما، این مشکلیه که مبتلا به بیشتر مخترعین ما هست. یعنی اینکه یک طرح خوبیه، رو جنبه‌های مختلفش کار شده، ولی مشکل ورود به بازاره. به نظر من مهمترین حالا کاری که میشه کرد الان در رابطه با طرح شما اینه که شما یه برنامه رسوخ به بازار داشته باشید. این هم حالا مؤلفه‌های مختلفی میتونه داشته باشه. یکیش اینه که رو کاهش قیمت کار بکنید. مثلا الان محصول شما در مقایسه با محصولای مشابهی که خب تو بازار کم هم نیستن قیمت بالاتری داره و شما لازم دارید که مشتری حتما این رو بیا تست بکنه و ببینه که این یه خروجی داره، یه ارزش افزوده‌ای برای مشتری ایجاد میکنه. و وقتی این رو دید، اون موقع دیگه میاد مشتری دائم شما میشه. متاسفانه ما یکی از مشکلاتی که داریم این هستش که نهادها یا قوانینی که بتونه از حق مالکیت معنوی اختراعات به خوبی حمایت بکنه شاید هنوز آنچنان که باید نیست. شما این رو خیلی زحمت کشیدید، احتمالا این طرح مهندسی باشه و کلی محاسبات برده باشه، منتها مشتری نهایی این رو متوجه نمیشه و یک کسی دیگه ای بخواد کار شما رو اگر بگیره، اگر نگیره که هیچ، اگر بگیره بلافاصله میان میگن که خب ما چرا کفیه مثلا 2000 تومانی بفروشیم، با 10 برابر قیمت یا کمی هزینه رو زیاد میکنه. بنابراین من فکر میکنم ناکنید شناخت مشتری های بازار خیلی مهمه. شما کفی 20,000 تومانی رو نمیتونید توی هر جایی بفروشید. من یه نکته ای رو به ذهنم میرسه خدمتتون عرض کنم، اونم اینه که اگه ما یه موضوعی رو جامعه مطرح میکنیم، پذیرشی به وجود نمیاد، یعنی پذیرش اجتماعی به وجود نمیاد راجع به کلام ما، دو حالت بیشتر نداره، یا حرف ما نادرسته و یا روش بیان ما غلطه. این رو اول باید دقت کنیم که آیا ما داریم درست بیان میکنیم یا نه. دوستان اساتید فرمودن به نظر میرسه که توی اینجور کارهایی که من مخصوصا تازگی داره و بازار باید فرهنگش رو اول کسب کنه بعد اونو خرید کنن یا استفاده کنن، خب زحمت بیشتری داره و روش‌های خودش رو داره. دوستان اشاره کردن شما قطعا نیاز داره طرحتون که یک نفر با یه زاویه دید دیگری به کار شما نگاه کنه. این رو در واقع شما خودتون باید استقبال کنید و به پیشواز این فکر برید. خب شما حتما علاوه بر مشاورینی که اشاره کردن یه مشاور مالی هم باید بگیرید، با توجه به اینکه مرحله تولید هم رسوندید کارتون رو، تا اون بتونه به شما کمک بکنه که حالا منابع مالیتون رو حالا به شکلی که صحیح باشه تامین بکنید. خب ایده خوبیه به نظر من، کالاهای مکمل زیادی داره، شما میتونید به راحتی تجاری سازیش بکنید این محصول رو. اصلا بزرگتون من این موادی که الان شما دیدید من برای تولید خیلی انگوش شما خریدم. این که شما میگید قیمتش بالاست، بله من پی وی سی رو
کیلویی میخرن در صورت که باید دولی بگیم قیمت تمام شده تو میاد پایین. بعد منم نگفتم فیکس 20 تومن کفش یده، کار من با کفش فرق میکنه. ارزون دارم میدیم با. بله چه؟ من الان دارم دست پول میزنم، اگر بتونم به من ارز دولتی بدن این کفش زیر 5000 تومن در میاد. شما جور کنید من بدون زیر 5 تومن بدم، همون 2 تومن خودتون رو بدم. من با چی داشتان دارم راه میرم آقای دکتر، یه سرمایه محدود، زمان محدود. حتما کارتون درسته، یعنی روحیاتتون روحیات کارآفرینانه است. ولی شیوه بیانتون رو باید تغییرات توش بدید. ببین ما که از ما باشه همه واما مال شما، ولی موضوع اینه که شما درست بیان کنید سرمایه‌گذار قطعا میخواد به سود برسه. بله. شما همسفر میشه قطعا. بله. این رو باید یه مقداری شما نحوه بیانتون رو، غلطهای حرفاتون رو کم کنید. میشه توضیح بیشتر بدید؟ راجب کدومش؟ من شدید آخریم الف فاتو نه ببینید فرمودن دیگه، شما الان شیوه بیانتون و اصرارتون این که حالا من مجوز پزشکیتون رو ندیدم. اگه توی مجوزتون چی گفتن؟ گفتن بلامانه یا تایید میکنی؟ نه تاییده برای تولیده، اینم حکم اختراعشه، اینم تاییده وزارت سازمان پژوهش علمی صنعتیه. من تک تکتون تشکر میکنم، چه آدمایی که من ندیدم پشت پرده، چه اینا که شما هستید. شما رسالتتون رو انجام میدید. چرا؟ چون میتونید یه چرخه صنعت رو تو ایران یه ترکت بدید. کسی ممکنه ثروت رو فرض کنید از راههایی به دست آورده باشه که خودش زحمت زیادی براش نکشیده باشه. فرض کنید که مثلا ارث بهش رسیده باشه. کسی که ثروت آفرینه قطعا اون رو با یه زحمت و تلاش و فکر و ایده‌ای و همینطور برنامه ریزی به دست آورده. کشور ما کارآفرینان به راحتی نمیتونن تأمین مالی بکنن، به خاطر اینکه اون نهادهایی که و شرکت‌هایی که تو دنیا هستن برای تأمین مالی کارآفرینان توی کشور ما وجود نداره. الان تأمین کننده های مالی بانک‌ها هستند و یا نهادهای مالی که از ابزارهای مالی برای تأمین مالی استفاده می‌کنن. انتظار من از این برنامه اینه که در صورت امکان راهکاری رو در پیش بگیرن، شرایط رو بتونن برای ماها ایجاد بکنن که ما بتونیم از حداقل امکاناتی که دولت میتونه در اختیار ما بذاره استفاده بکنیم. خدا، با سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت سروران عزیزم. بنده بهزاد صمدی هستم، مخترع دستگاه تست پمپ سوخت خودرو. جسارتاً ایده ساخت این دستگاه حدود 4 سال پیش توسط دوستانی که به عنوان دست‌اندرکار در تولید قطعات خودرو به خصوص سیستم سوخت رسانی خودرو دخیل بودند، این ایده به من داده شد. طی 4 سال گذشته بر اساس تحقیقاتی که به عمل آوردم، طراحی‌هایی که انجام شد و به تبع در نهایت به ساخت این دستگاه انجامید، این زمان رو بر من برد. از خصوصیات این دستگاه میتونم عرض کنم خدمتتون که دستگاه تست پمپ سوخت دارای 3 ویژگیه. ویژگی اول تست گرم، به نام تست گرم معروفه. ویژگی دوم تست سرد و ویژگی سوم تست سخت کاربردی این دستگاه است. به این صورت که در تست گرم داخل این دستگاه بنزین تزریق میشه به صورت اتوماتیک، بنزین شروع به گرم شدن میکنه، بنا به نیازی که اپراتور برای تست این پمپ نیاز داره بنزین گرم میشه، پمپ داخل قرار گرفته داخل بنزین شروع به کار میکنه.
البته داخل یه محیط کاملا ایزوله، کاملا ایکس شروع به کار میکنه. نتیجتا میزان دبی خروجی، فشار حاصل، آمپر مصرفی، ولتاژ ورودی، تمام اینها به علاوه احیانا نواقصی که در پمپ احتمالاً به وجود اومده و طول عمر مفید این پمپ به صورت کاملا دقیق مفید نمایان میشه. اگر سوالی هست من مختصراً بله؟ طول عمر پمپ رو اندازه میگیره، یعنی این دستگاه بله. شما با توجه به اون مصرف انرژی که داره و به تب بازدهی که داره قابل محاسبه است که این فرض مثال در چند هزار ساعت میتونه جوابگوی مصرف رو بده یا نمیتونه. در واقع دستگاه تست و در نتیجه میتونه تست عمر بله. پمپ ساخته شده رو هم بله انجام بله. بده. بله. نمونه چیزی دارید؟ نمونه اون که واقعیتش قرار بود بیارم ولی متاسفانه زمینی نبود که بتونم وارد ساختمون بکنم، ولی عکساش هست میتونم خدمتتون تقدیم بکنم. در چه مرحله نمونه، یعنی تست شده به صورت مهندسی؟ بله این دستگاه کجا؟ این دستگاه عرض به خدمت شما ساخته شده حدود 6 ماه سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران روی این طرح کار کردن، نظارت کردن و رأی خودشون رو صادر کردن که بعد از اون رسید به مرحله ثبت اختراع و الانم خود من در از پیگیر گرفتن جواز تأسیس و به تجاری سازی این مشغولم. مشتریتون کیه؟ مشتری های من الان تو این مقطع پمپ ساز ها هستن، کارخونجات هایی که پمپ سیستم سوخت رسانی خودرو رو می سازن، اونها مشتری درجه یک من هستن. در مراحل دوم چند تا داریم؟ ما الان عرض به خدمت شما اگه بخوایم داخل کشور حساب کنیم که فکر کنم نزدیک به 10-12 تا باید باشن، ولی اگه بخوایم خارج از کشور در نظر بگیم که بی نهایت. یعنی شما محصولتون استانداردش طوری است که خارج از کشورم میتونید ارائه بدی؟ ببینید سازمان پژوهش علمی صنعتی بابت تایید این دستگاه از خدمت شما جلساتی رو گذاشتن، جلسات کارشناسی رو گذاشتن، بررسی‌هایی کردن. اگر معایبی در اون سطح بوده قطعاً این تاییدیه رو نمی‌دادن، ولی کن به مرحله استاندارد و رسوندن به جایی که بریم به سازمان استاندارد ارائه بدیم بگیم یه همچین تعرفه‌ای داریم، یه همچین دستگاهی رو داریم، هنوز این کار انجام نشده، چون این دستگاه به عنوان یه نوآوریه. هنوز برای این دستگاه به خصوص سیستم سرد و سیستم سخت کاربردیش آیتم های تعریف نشده. من خیلی تشکر میکنم، کار ارزشمندی بوده، تونسته یه نیازی رو برطرف بکنه. اون تو توجه به بازاری که خودتون فرمودین، من فکر میکنم این تجاری سازیش و اینکه به تولید انبوه برسه خیلی کار مقرون به صرفه ای نیست، مگر اینکه شما بخواید صادراتگرا نگاه کنید. اگر هم بخواید اینطور نگاه کنید، بعد شناخت دقیقی از بازارهای بین المللی داشته باشین که متاسفانه نه تنها شناخت وجود نداره، حتی روی قیمت خدماتش هم شما نتونستین اطلاعات رو در بیارید. باید این اطلاعات رو حتما شما داشته باشید تا بتونید روی اون صادرات این حداقل فکر بکنید، به شرکت‌های خارجی بفروشید. من دو تا ملاحظه به ذهنم میرسه در رابطه با طرح شما. یکی این که جسارتاً به نظر من پرزنت طرح پرزنت خوبی نبود. شما فرض بر اینه که میخواید طرح رو برای سرمایه گذار پرزنت بکنید. سرمایه گذار هم یک آدمیه که کاملا منطقش منطق دو تا چهار تا. ملاحظه دوم به نظر بنده شما محدوده دیدتون رو متمرکز نکنید رو اینکه حتما بخواید این محصول رو بسازید و در اختیار مصرف کننده قرار بدید در داخل، یا اینکه حتی خدمات ارائه بدید. شاید با توجه به ملاحظات خاص طرح شما یه عامل خوب یا یه گزینه خوب همین باشه که بیاید با یه طرف خارجی مثلا جوینت بشید. یکی این که اگر شما با توجه به نیازی که الان به نظر میرسه که قطع سازهای ما بسیار نیاز دارن، حالا یا به خود این دستگاه یا به خدماتی که از اون میشه گرفت، اگر نتونید این دستگاه یا خدمات اون رو به قطع سازهای داخلی بفروشید، من یه کمی شک دارم که بتونید به خارجی، یعنی کسی که به حال مشتری خارجی بفروشید. البته این جای امیدواری هست، اینکه شما در واقع ارتباطی برقرار کردید و اونها اظهار تمایل کردن، منتها یه موقع می‌بینید اون اظهار تمایل هم برای این هستش که بدونن که آیا دستگاهی تو ایران داره ساخته میشه یا نه، احیانا اونا قیمت خدماتشون رو بالا پایین بکنن یا نه. یعنی
صرفاً ممکنه بابت اطلاع گیری از شما باشه. قطعاً این دستگاه میتونه کمک کنه، ایمنی و آسایش بیشتری برای جامعه فراهم کنه. ولی به نظر میرسه که این تستر هم خیلی متنوعن، قطعاً کشورمون خیلی نیاز داره. اینکه آیا مزیت خاصی هست که از ایده شما کپی برداری نشه، من خیلی مطلع نشدم، ولی در هر صورت چه بخواید خدمت بفروشید، چه بخواید این کالای خودتون رو به مجموعه سازه خودروساز یا غیر خودروساز، جای دیگه هم ما تسترهای مختلف نیاز داریم برسونید، به نظر من میرسه که استاندارد و تاییدهای فنی حرف اولو میزنه تو دستگاه آزمایشگاهی. معتقد هستم که شما یه مقدار یه مسیر بیشتری رو بایستی طی بکنید، این طرحتون رو باید به صورت مهندسی آزمایش بکنید، با شرکت‌های تولید کننده صنایع مکمل وارد بحث بشید، یه تیمی درست بکنید، یه سری از مشاوره‌های تجاری سازی و مالی استفاده بکنید، حداقل از وضعیت بازارتون، قیمت تمام شده‌تون، رقباتون اطلاعات بیشتری کسب بکنید و انشالله که این طرحتون رو تجاری سازی بکنید و به طور دنبال. مسئله کلی که با درس کنم خدمتون، کل نظرات شما رو این بحث بیشتر بوده که ما بازار فروشمون رو پیدا کنیم و قیمتهامون رو به دست بیاریم. من زمانی که این کار رو شروع کردم به فکر این نبودم که برم چیزی بسازم که پول ازش در بیارم، به فکر این بودم که ما توی این مقطع تحریمی، دوستان تولید کننده های پمپ الان دچار مشکل هستن که داخل مملکتمون نمیتونن این تست کنن، خارج از مملکتمون نمیتونن این انتقال بدن به خاطر تحریم. یکی اینکه خواستیم کاری بکنیم که بگیم آقا ما هم میتوانیم، دستگاهی که شما به ما نمیدید و قبول تست انجام نمیدید ما تو وطن خودمون میتونیم بسازیم. کاری کردید که دستگاهتون درست کار کنه. سرمایه گذار کار درست رو میخواد انجام بده. اینا یه خورده با هم دیگه تفاوت داره. شما باید، سرمایه گذار ممکنه که ریسک این رو نپذیره، حتی این که بیاد ببینه این بازار داره یا نداره. بله. سرمایه گذار اسمش روشه. انتقاد که عرض بخدمت شما، همونطور که عرض کردم یه قضیه سرزده شد، صرفا به من گفته بودن که قرار بر اینه که در مورد اختراض صحبت کنیم، ولی خب وارد که شدیم دیدیم ظاهرا در مورد سرمایه گذاری روی اختراعات داره جلسه تشکیل میشه. مفاهیم یا ارزش هایی که با کارآفرینی عجین هستن، ایجاد شغل هست، پذیرش ریسک هست، مخاطره پذیر بودن هست و در نهایت ایجاد ثروت از این طریق، که همه اینها مؤلفه‌های ارزشی هستند که به نظر بنده در ثروت آفرینی اینها بیشتر ایفای نقش میکنند. برای هر کسی ممکنه تو زندگیش برهه‌هایی پیش بیاد که کاملا از دستیابی به اهدافی که برای خودش ترسیم کرده مایوس بشه یا دل سرد بشه یا حتی شکست‌هایی رو تو مسیر کاری خودش به وجود بیاد. قطعا هر کسی که موفقیت‌های بزرگی داشته، ریسک‌های بزرگی تو زندگیش داشته و این ریسک‌ها نشون دهنده اونه که آدم ممکنه که توی تلاش اولش به موفقیت نرسه و باید از شکست نترسه و تکرار کنه تا به مقصود برسه. مخترین کلن نه خودم و کلیه مخترین مورد حمایت قرار بگیره، معرفی بشن به سازمان ها و اداره جات. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما داوران عزیز و بینندگان شبکه تهران. بنده علی نوده اول هستم، از استان گیلان، مخترع اولین دستگاه قلاویز کنه چند سره متغیر قابل تنظیم که هیچ گونه مشابه خارجی و داخلی نداشته. بنده پیوسته به سوی گسترش توانایی خودم گام برداشته و بر تکیه بر ارزش‌های سازمان تامین کننده معتبر در عرصه ماشین‌های و قطعات خدمات مدرنیته در کلاس جهانی تبدیل شد. دستگاه قلاویز کنه چند سره متغیر
که به اصطلاح قطعاتی ما داریم تو کارخانه جا دستی سوراخ میشه، بعد سپس پروسه قلاویزکاری دستی یا ماشینی مثل درله که زمان مهمترین چیزه، هزینه تولید الان زمان تعیین میکنه. به نظر من در کمترین زمان قطعی داریم، مثلا 4 تا سوراخ داره میخواد قلاویز بشه یا سوراخ بشه، یا مثلا 10 تا سوراخ مثل سلسله یه خودرو. این قطعه در همون وهله اول سوراخ کاری، سپس در همون حالت قلاویز کاری میشه، در کمتر از 15 ثانیه امکان پذیر است. منتها بسیاری با عمق جناب نوده فرق دستگاه خودتون رو با دستگاه قلاویز کنی که الان وجود داره رو بند. صحبت کنید در مورد دستگاه بنده. من چون خودم صنعتگرم و دائما با این مسئله روبرو هستم، با این مشکلات، اونا همشون یک دونه ای انجام میشه، دونه یه سوراخ، اول سوراخ میشه توسط یه اپراتور دیگه، بعد دوباره میاد روی دستگاه دیگه یا یه درل دیگه. بعضی از کارگاه هستن همون درل هم ندارن که به اصطلاح قلاویز کنن، که اونو قلاویز میکنن دونه به دونه و خطا داره. هیچ وقت خطا یه دست نیستن. خب کار شما چی کار میکنه؟ خب دستگاه من یه قطعه مثلا به فرض داری 4 تا سوراخ داره. آکس سوراخ‌ها دقیقاً هر چقدر تعداد در روز اگه 4000 تا قطعه رو برداری سوراخ قلاویز کنی، هیچ کدوم از اینا با هم دیگه فرق نداره، هیچ گونه خطایی نداره. و دستگاه من متغیره، تا زور 2 ساعت 3 ساعت 1 ساعت 100 تا قطعه 4 سوراخه با آکس سوراخ‌ها متفاوت. دستگاهی که من دارم متغیره و میتونی نوع متن، نوع قلاویزم تغییر بدی و آکس سوراخ‌ها تغییر پیدا می‌کنه. یه قطعه 10 سوراخ تغییره، یعنی موقعیت مکانی بله، اینا بله، تغییر می‌کنه یا اون مته تغییر می‌کنه؟ هم مته تغییر می‌کنه. خب مته که تو همه دستگاه‌های قلاویز همین هست. هم موقعیت موقعیتش بس. بله موقعیت. و الانم من البته خیلی دنبال تولید این رفتم. همزمان چند تا قلاویز میتونه انجام بده؟ بس دیگه شما 10 سره بخواید، 20 سره بخواید، 4 سره بخواید، من طراحی میکنم و میسازم. خب ما یه همچین قلاویزی تا الان نداشتیم تو داخل، یعنی هر قلاویزی من ندیدم. من که الان تو سن 13 سال 14 سال خودم کارگاه دارم تولید کنندم ندیدم. تو خارج چی؟ تو خارج هم ندیدم مثلا. یعنی من حتی اینترنت سرچ کردم ندیدم. خب یعنی اینکه شما الان چند تا دستگاه مزیت دستگاه شما نسبت به دستگاه معمولی اینه که لازم نیست که چند بار عملیات قلاویز کاری بله، صورت بگیره، درسته؟ بله. و الان هم شدیداً دنبال ارتقاش هستن که تحت زاویه هم سوراخ کاری قلاویز کاری کنه، تحت زاویه. پس در حقیقت چند سره بودن میشه مزیت دستگاه شما نسبت بله، به مشابه. متغیر بودنش تن دستگاه من تنها قلاویز کن نیست، حدیده کنم هست. دستگاه من میتونی به صورت تیماکس عمل کنه، شیار زنم باشه. الان تولید کردین اینو؟ من نمونه سازی کردم اینو. تصویر دارید ازش؟ نه متاسفانه هم نیست. نمونه تون چه؟ نه این نمونه مال یه دستگاه دیگه است که لولای صنعتیه. یه دستگاهی که ببخشید، یه دستگاهی که 10 تا حالا مته داشته باشه، هزینه چند در میاد؟ هزینه ساختش چند در میاد و چند میشه فروخت؟ شما فرق میکنه بیس دستگاه خود از تنه دستگاه گرفته میشه ارزوندت تولید کرد، ارزوندت داد. مثلا شب یه محدوده رو میخواید مثلا الان یه دستگاه مثلا 4 سره، 4 سره مثلا با کورسی که مثلا 20 سانت یا 15 سانت کورس داشته باشه و قدرت قلاویز مثلا تا 12 رو داشته باشه، حدودا 22 میلیون تمام میشه. من یه چیز میخوام، نه وام میخوام نه سرمایه گذار میخوام. فرمودی تضمین میخواد. یه تضمین میخوام. تضمین چی؟ اینو نبرن اونور، بعدن اینو مثلا سرشو کج کنن، تاشو کج کنن، رنگشو عوض کنن، بگن ما وارد کردیم. وزارت صنایع معادن، وزارت بازرگانی از من حمایت کنه، من مختره. من اینو میخوام. در صورت بایستی یه طرح کسب و کاری شما تهیه بکنید، یه تیمی رو درست بکنید که بتونید به هر حال این اختراعتون رو تجاری سازی بکنید. توی شرایطی که الان شما دارید، من فرمایش دوستمون رو تکرار میکنم، شما شاید نیاز داشته باشید که یه جوری شریکی، شریک فکری، شریک بازاریابی، شریک مالی برای خودتون انتخاب کنید، تیمی شکل بدید. و همینطور نباید خیلی نگران باشید و بترسید، چون اگه استفاده هم نکنید
فردا توارد یه اتفاقیه که همزمان دو نفر به ذهنشون یه موضوعی خطور میکنه. شما اولین نفری نیست که این مشکل رو دیدید. شاید یکی دیگه بیاد بهتر از شما این کار رو انجام بده، شما زمان رو از دست بدید برای اینکه محصولتون رو به بازار بدید. گفتید مشکل مالی ندارید اگر نه. و گفتید که این دستگاهتون مشابه نداره، نه داخل نه خارج، و از اینا نهایتاً دنبال این بودید که تضمینی به دست بیارید که کسی از خارج این رو وارد نکنه، نبرن، تغییر نده. نکنید این یه سازوکار شناخته شده ای داره. بله. اگر 9 سال صبر کردید، چندین سال دیگه هم صبر بکنید، با این روشی که پیش رفتید قطعاً به این تضمین نمیرسید. بله. یکی از برای تجاری کردن محصول اگر اینقدر مطمئن هستید، یه راش این هستش که هزینه بکنید تو یکی دو تا کشور خارجی که فکر میکنید اگه محصول شما بره اونجا کپی میکنن، ثبت بکنید اختراع رو در واقع به نام خودتون، و حالا از فروش اختراع یا در اختیار قرار دادن دانشمندی یا روش های دیگه در واقع کسب درآمد بکنید و تجاری بکنید. بنده هم تشکر میکنم از شما. حالا یک اختراعتون ارائه دادید، فرمودید که 10-11 تا اختراع به همین برنامه آوردید و اختصاص دادید که حالا فرصت نبود طبیعتاً در موردش صحبت کنیم. من می‌خواستم متمرکز در مورد اون خواسته شما صحبت کنم. بحث تضمین که فرمودید، نمی‌دونم اطلاع دارید یا نه، تو وزارت صنعت معدن تجارت ما یه کارگروهی داریم به اسم کارگروه حمایت از تولید. من می‌خوام دقیقاً بگم که مشکل کار شما چیه. این کارگروه کارش دقیقاً همین چیزیه که شما می‌خواید، به نوعی ایجاد اون تضمینه. یکی از دستور کارهای این کارگروه این هستش که بیاد محصولاتی که در داخل تولید میشن خریدشون رو از خارج ممنوع بکنه، و این ممنوعیت مشمول سازمان‌های دولتی میشه. بسیاره. البته این کارگروه کمتر تو حوزه محصولات دانش بنیان تا الان وارد شده، که امیدواریم که این اتفاق در آینده نزدیک بیفته. ولی در همین حدی هم که وارد شدن، اگر بخواد کارگروه، یعنی به نمایندگی از وزارت صنعت معدن تجارت، من چون باشون در ارتباط بودم میدونم، بخواد ممنوعیتی رو وضع بکنه و تعمیم بده به یک محصولی یا یک سلسله محصولاتی، میاد چند تا پارامتر رو در نظر میگیره و رو اون پارامترها از اون کسی که میگه من اون محصول تولید کردم طرح میخواد و دلیل اثبات کننده میخواد. ببینید ماهیت کسب و کار اصلا همینه. یعنی الان توی تمام دنیا یک حد مینیمومی در نظر میگیرن، میگن باشه این اثر مربوط به شماست، اما اگر قرار باشد این اثر رو کسی دیگه نیاد کپی بکنه و شما نخواهی برای رقابتی که با اون کسب و کار جدید ایجاد میشه دوباره یک مزیت جدید ایجاد بکنی، کسب و کارها رشد پیدا نمیکنن. یعنی ماهیت شما نباید باش مبارزه بکنید. حقوق مالکیت معنوی این اثر به نام شما ثبت شده. ولی شما میبینید بزرگترین شرکت های تجاری دنیا هم حتی از این بحث مهندسی معکوس یا حتی جاسوسی صنعتی دور نیستن. شما از هیچ کس نمیتونی ضمانت بگیری، نه هیچی. همیشه بایستی سعی بکنی که مزیت جدیدی ایجاد بکنی که کسب و کار شما رو بتونه یه گام جلوتر ببره. موفق باشی. من همه حرفا شما رو قبول دارم، نباید مقاومت کنم در مورد بعضی آدمی نیستم که من واقعا انتخاب پذیرم. در رابطه با یه دلخوشی که دارم الحمدلله، اگه کسی هم کپی کنه بهبود مستمر و اون قطع رو نداره، چون کپیه، این استعداد رو نداره. من این امید رو دارم با خودم. منتها من که میخوام 1.5 میلیارد تو این زمونه یه سقف واسه زن و بچه خودم هزینه کنم، اگر کپی شد اومد من رای اول شکست خوردم یا هزینه‌ای کردم جواب اون هزینه‌امو نداد، خب من تو این مملکت بایستی امنیت داشته باشم. امنیت سرمایه گذاری حق من هست یا نه؟ الان دوربین من فیلم بگیرم به کی نشون بدم؟ داشتم میمدی اینجا با دوربینت یه دو دقیقه یه چیز میگرفت. خب من شما اما چی میکنم؟ نه نداری عکسی که آوردی میخوام ببینم. این گواهی چیه ببینم؟ این مال گواهی ببین. الان یه شرایطی پیش اومده، سازمان بورس ما خیلی طلا خوردیم. من یه راهنماییتون بکنم، چیز نباشه خدا نگهدار. سازمان بورس به عنوان یه مرجع نظارتی، شرکت فرا بورس ایران به عنوان یک مرجع اجرایی داره یه کارایی میکنه که این طرح‌ها رو ارزش گذاری میکنن. یه سری شرکت ها نهادهای مالی هستن، اینها رو به صورت بله مردم مصرف میکنن، میخرن، نیاز دارن، نیاز مردمه، و منم
خوشحال میشم بتونم به همنوع خودم به یه نوعی کمک کنم. کسی میتونه برسه به فردا که فکر آینده ی روشن باشه، وقتی دقیقه هات بهاری میشه که تو دلت میل شکفتن باشه. از با نمیشینه کسی که هر روز دنیای تازه میخواد بسازه. زندگی یعنی یه حضور زنده، زندگی یعنی یه هوای تازه. اونی که فکر روزی حلاله، خدا خودش کسبشو برکت میده. جرأت خود با بریا اراده، عزت عیسی رو شهادت میده. اون که همیشه راهی قله هاست، محاله که به خستگی تن بده. میتونه حس گل شدن به سنگا، خاصیت آینه به آهن بده. اونی که فکر روزی حلاله، خدا خودش کسبشو برکت میده. جرأت خود با بریا اراده، عزت عیسی رو شهادت میده.